یک کشته در اعتراض‌های گسترده در آمریکا به مرگ مردی سیاه‌پوست در بازداشت پلیس. فرماندار مینه‌سوتا در اقدامی بی سابقه همه نیروهای گارد ملی را به خیابان‌ها آورد. از دو تحلیلگر می‌پرسیم مدیریت این بحران تا اینجای کار چطور بوده و نقش ترامپ در این میانه چیست؟ در ادامه این برنامه 60 دقیقه. آتش در جنگل‌ها و مراتع زاگرس، اختلاف مالی میان وزارت دفاع و جنگلداری. دولت ایران میگوید 15 میلیارد تومان برای کمک به خاموش کردن آتش اختصاص می‌دهد. دو تن از همکارای خبرنگار ما را جانش هم می‌گیره که دو کشته در حمله به کارکنان یک تلویزیون خصوصی در کابل. مهاجمان خودرو حامل کارمندان تلویزیون خورشید را هدف گرفتند. و عاقبت حمله 9 سال پیش به سفارت بریتانیا در ایران، بنابر گزارش‌ها دولت ایران 27 میلیارد تومان غرامت پرداخت اما کسی دستگیر نشد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در چندین شهر آمریکا مقررات منع رفت آمد اعلام شده بعد از اینکه اعتراض‌ها در این کشور به خون و خشونت کشید. جرقه اعتراض زمانی زده شد یک ویدیوی کوتاه آمریکا را تکان داد. ویدیو نشان می‌دهد که پلیسی سفیدپوست زانوی خود را روی گردن جورج فلوید، مردی سیاه‌پوست گذاشته. بر اساس گزارش منابع درمانی 8 دقیقه و 46 ثانیه. جورج فلوید در میانه این زمان بی حرکت شد و وقتی او را به بیمارستان رساندند مرده بود. اعتراض‌ها حالا با آتش زدن بانک‌ها و اماکن عمومی و غارت فروشگاه‌ها هم همراه شده. این اولین بار نیست که رفتار خشونت‌بار پلیس با سیاه‌پوستان در آمریکا موجب مرگ و به راه افتادن اعتراض‌های خیابانی شده. ولی ریشه این رفتارها به کجا برمی‌گردد؟ آیا تبعیض علیه سیاه‌پوستان در سال‌های اخیر بیشتر شده و زخم‌های کهنه اختلافات نژادی دوباره سرباز کرده؟ دولت آمریکا در تلاش است اوضاع را کنترل کند، ولی این فضا شخصیتی جنجالی مثل دونالد ترامپ را در چه موقعیتی قرار داده؟ آن هم تقریبا 5 ماه مانده به انتخابات. بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از کیوان حسینی. آمریکا 4 روز بعد از کشته شدن جورج فلوید. اینجا شهر بوستون است. شهری که جورج فلوید در آن کشته شده بیش از 2000 کیلومتر با اینجا فاصله دارد. یا اینجا لس آنجلس. اینجا هم با جایی که جورج فلوید کشته شد بیش از 3000 کیلومتر فاصله دارد. اما این فاصله ها برای این معترضان اهمیتی ندارد. حتی دستگیری افسر پلیسی که به قتل جورج فلوید متهم است هم از شور اعتراض‌ها نکاسته. برعکس، اعتراض‌ها به کشته شدن یک شهروند سیاه‌پوست آمریکایی که غیر مسلح بوده، روز به روز به شهرهای بیشتری رسیده. این اعتراض‌ها از اینجا آغاز شد، شهر مینیاپولیس، و ظرف 4 روز شهرهای مهمی مانند نیویورک، لس آنجلس و واشنگتن هم شاهد اعتراض‌های مشابهی بودند. اعتراض‌هایی که تا اینجا در بیش از 20 شهر مهم این کشور پهناور رخ دادند. اینجا در چند صد متری کاخ سفید در پایتخت آمریکا معترضان در تلاشند تا صدایشان را به گوش دونالد ترامپ برسانند، رئیس جمهوری که از سوی مخالفانش به داشتن تمایلات نژاد پرستانه متهم شده و در میان کسانی که به برتری نژادی سفیدپوستان باور دارند طرفدارانی دارد. دونالد ترامپ اما این مرد و دیگر مقام‌های ایالت مینه‌سوتا و شهر مینیاپولیس را هدف حملات خود قرار داده. تیم والز، فرماندار ایالت مینه‌سوتا که قلب پر التهاب این اعتراض‌هاست. او از اعضای حزب چپگرای کارگران و کشاورزان دموکرات مینه‌سوتا است و می‌گوید نیروهای گارد ملی که برای کمک به این ایالت رفته برای کنترل اوضاع کافی نیست و به کمک بیشتر نیاز است. ساعتی بعد از کنفرانس خبری فرماندار مینه‌سوتا، پنتاگون در اقدامی کم سابقه اعلام کرد از ارتش خواسته تا تعدادی از واحدهای پلیس نظامی را در حالت آماده باش نگه دارد. نگرانی اصلی هم از چنین اتفاقاتی است. اینجا در سینسیناتی در ایالت اوهایو معترضان ساختمان دادگستری را هدف گرفتند. یا حتی دستبردهای اینچنینی
اینجا در پورتلند برخی هرج و مرج ناشی از اعتراض‌ها را به فرصتی برای غارت فروشگاه اپل تبدیل کردند. بر اساس گزارش‌های تلویزیون‌های آمریکایی، برخی از اعتراض‌های روز جمعه که در طول روز آرام و مسالمت‌آمیز برپا شده بودند، در طول شب به خشونت کشیده شدند. کیوان حسینی، بی بی سی. همکارم بهمن کلباسی همین الان از محله هارلم در منهتن نیویورک با ماست. از کنار یکی از اعتراض‌ها، بهمن، از اونجا برامون بگو. جمعیت زیادی جمع شده اینجا، جمع از محله معروف سیاه پوستان هست در نیویورک، ولی در مناطق دیگه شهر هم در 48 ساعت گذشته شاهد تظاهرات بودیم. از جلوی دوربین کنار میرم که شما یه تصویری از اون چون که اینجا الان میگذره داشته باشید. جمعیتی است که توی خیابان کشیده شده و شعارهای مختلفی هم در این چند دقیقه دیگه دادند، از جمله اینکه بدون عدالت صلحی در کار نخواهد بود، بدون عدالت نمیشه انتظار آرامش داشت، و اینکه همه باید سعی کنیم، این تظاهر کنندگان و سخنرانان اینجا که باید سعی کنیم تا اونجایی که ممکنه با آرامش با این آنچه که نجات پرستی میخونن جنگید و اجازه ندیم که بهانه داده بشه دست کسانی که این جمعیت رو به اوباشی و این تقلیب متهم میکنن، معترضان رو به چند بار سخنرانان سعی کردن جمعیت رو تشویق کنن که هیچ کاری خارج از قواعد نکنن تا اینکه اون بهانه داده نشه به مخالفان. البته اینجا تاکید بر این که باید با هم کار بکنیم تا بتوانیم مجموعه سیاست‌هایی که به صورت سیستماتیک نجات پرستی رو در آمریکا نهادینه کرده تغییر بدیم. انتظار میره که این جمعیت در اینجا تکان بخوره، حرکت بکنه، بره به سمت مرکز شهر در ساعت آینده و بعد از اون یه جمع تظاهرات بزرگتری هم اونجا برگزار میشه. و البته فضایی است که ضد نه تنها دولت‌های محلی بلکه مخصوصا دولت آقای ترامپ، بارها اسم اونجا شنیده شد و علیه اون شعار داده شد، و طبیعی است که حرفایی که او زده در این به خصوص در شبکه اجتماعی توییتر و همین چند دقیقه پیش وقتی که از کاخ سفید خارج میشد هم به این آتش انتقاد افزوده. ممنونم از بهمن کلباسی و با پوزش به دلیل اینکه ما صدای بهمن رو خیلی خوب نمیشنیدیم. بهمن کلباسی در محله هارلم در منهتن در شهر نیویورک با ما. و اما تهران قصری، کمدین هم از لس آنجلس با ما هستند از گوشه دیگر آمریکا. آقای قصری، شما هنرمندید، با اعتراض آشنا هستید، با جامعه رنگین پوست آمریکا هم خصوصا جامعه سیاه پوست در تماسید. شما خودتون درباره این اتفاقای 3-4 روز اخیر چی فکر میکنید؟ اولا سلام عرض میکنم و درود فراوان بر همه شماها دوستان عزیز، هموطنان عزیز. من تهران، به اسمم تهرانه، میخوام اینو به همه از خودم یعنی کم بگم که برای اونا که منو نمیشناسن، من پدرم ایرانی هستش ولی مادرم آمریکایی سیاه‌پوست. منظورم اینه که من با نجات پرستی غریبه نیستم، یعنی آشنایی زیاد دارم. و بدونین که دوما من فارسی من کامل نیست ولی تا اون حدی که میتونم با شما امیدوارم که بتونم صحبت کنم. این اقدام جنایت کارانه پلیس بر علیه شهروند آمریکایی بسیار رب و مثلا وحشت انگیز بود. رفتار ستامگرانه پلیس باعث وجود آمدن این اعتراضای شدید مردمی شد. یعنی و اینو بدونین که این شورش رو وقتی که میبینین، مهمش اینه که هیچ کس با شورش موافق نیست، ولی دلیل شورش چیه؟ بی‌عدالتی، این مهمه. و اگر شما به عنوان اخبار توجه میکردین اگر شورش نبود؟ نه، به خاطر اینکه اون زمان که مردم ناراحت بودن، ناراضی بودن، مردم فقط زانو میزدن، خب به عنوان اعتراض هیچ کس قبول نکرد، هیچ کس توجه نکرد. آقای قصری، بله، شما خودتون در آمریکا زندگی میکنید، آمریکایی هستید، خودتون آیا این تبعیضی که بهش اشاره کردید رو حس میکنید؟ تجربه شخصی شما چیه؟ من تجربه هر کس سیاه‌پوست در آمریکا
این تجربه رو داره. حالا نه که به عنوان که من کشته بشم، ولی این که اذیت بشم 100%، این که به من نجات پرستی، خب تجربه همه ما مثل همه، به خاطر اینه که مردم اینقدر اذیت شدن، اینقدر عصبی هستن. چرا چنین حسی دارید در حالی که مثلا رئیس جمهوری قبلی آمریکا سیاه پوست بوده، سیاه پوستان در تمام رده های حکومتی در آمریکا هستند، از اقتصاد، از سیاست، در زمینه های اجتماعی، چرا چنین حسی در شما ایجاد شده؟ به خاطر اینکه ببین این حس نابرابری که سیاه پوست ها در آمریکا دارن مثل یک غذایی میمونه که یک قاشق رو به ما میدین بگین چرا هنوز گرسنه نتونه. خب به خاطر اینکه ما سیر نشدیم، به خاطر اینکه اون قسمتی که مال ما حقیقت مثلا به عنوان حق مال ما هستش به ما ندادن. و به خاطر اینه بله در اقتصاد خب سیاه خیلی فعالن در شغلای مختلف، ولی وقتی که میرسی به هر چی که میری بالاتر میبینی که نجات پرستی بیشتر میشه، جرم بیشتره، بی‌عدالتی بیشتره، نابرابری بیشتره. خب. و به خاطر ایناست این حسه که هممون میکنیم. میخوام دوباره برگردم به تجربه خود شما، ولی وقتی که میگید تبعیض رو حس میکنید، بی‌عدالتی رو حس میکنید، به چه شکل؟ آیا در مدرسه اینطوری بوده؟ مثلا برای شغلی خواستید درخواست بدید شما را قبول نکردند، چطور این حس رو دریافت کردید؟ چطور گرفتید این حس بود؟ من الان یک داستان رو برای شما به شما بگم. من الان در این من می چند بار منو پلیس استاپ داده برای مثلا بگن که مثلا مستم، مثلا بگو مستم، اقلا 11 بار من استاپ شدم، ولی بدونیم که هیچ وقت تو عمرم حتی الکلم مزه نکردم و این هنوز استاپ شدم. به خاطر چی؟ به خاطر رنگ پوستم، به خاطر قیافه خودم. و همه سیاه‌پوستا در آمریکا، همه آفریقای آمریکایی‌ها این حس رو دارن و حس کردن، تجربه رو دارن. ممنونم از تهران قصری، هنرمند از لس آنجلس آمریکا با ما. میخوام فقط اینو بله اینه که بدونین که صدای نشنیده سرچشمه شورش هاست. یعنی فقط بدونین که ایرونی ها، مخصوصا ایرونی ها باید از این جنبش، نمیگم که ببخشن، باید بفهمن. بسیار خب شما میفرمایید که چون صدای اونها شنیده نشده اعتراض ها بیشتر شعله‌ور شده. خیلی ممنونم از تهران قصری. و ما دو تا مهمان داریم، امین صوفیامیر پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه ایندیانا از شهر بلومینگتون در ایالت ایندیانا با ما، و مهدی نوربخش استاد سیاست بین الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا از همین شهر آمریکا. سال اول رو از آقای نوربخش میپرسم. بعد از انتخاب شدن باراک اوباما تصور میشد که آمریکا تا حد زیادی از مرحله اختلافات نژادی گذشته. چطور کار به اینجا کشید؟ چرا آمریکا نمیتونه از این مرحله به این آسونیا بگذره و همچنان مسئله است برای آمریکا؟ سلام عرض کردم به شما و سلام عرض بکنم به شما و شنوندگان عزیزتون. اتفاقا جناب موسوی، با اومدن آقای باراک اوباما در ریاست جمهوری آمریکا، چیزی که بیشتر شدتی گرفت بعد از این ریاست جمهوری این بود که جمهوری‌خواهای راستگرای محافظه‌کار می‌خواستند که اون تجربه مجدداً در آمریکا تکرار نشه. و این چیزی که الان داره اتفاق می‌افته با آقای ترامپ، که زودتر از این بسیاری نمی‌دونستن که یه چیز معادل تقریباً 20-25% جامعه آمریکا نژادپرست و تبعیض‌گراست، و با اومدن آقای ترامپ این کنش در حقیقت در جامعه آمریکا در حال رشد و در حال شکل گرفتن، و متاسفانه از طرف یک رئیس جمهوری که هیچ اعتبار و نفوذ اخلاقی نداره در جامعه آمریکا این داره تشدید میشه. و خیلی روشن برخورد آقای ترامپ به همین حوادث مینیاپولیس در طول چند روز گذشته دقیقا نشون میده که ایشون کجا ایستاده است. آقای صوفیامیر شما چی فکر میکنید؟
ببین، تنش‌های نژادی در جامعه آمریکا چیز جدیدی نیست و محدود به دوره ریاست جمهوری ترامپ نیست. ما این خشونت‌های نژادی رو در زمان آقای اوباما هم داشتیم، پرزیدنت اوباما هم داشتیم. ببینید، ما در جامعه آمریکا تبعیض هست، این یه واقعیت اجتماعیه، منتها این تبعیض سیستماتیک نیست، این تبعیض قانونمند نیست، بلکه به عنوان نوعی رذیلت اخلاقی در بخش‌های از فرهنگ و جامعه آمریکا وجود داره. اتفاقا بسیاری از سفیدپوستان مخالف نژادپرستی هستند و این نشون میده که جامعه آمریکا نسبت به اصطلاح به ضعف‌های خودش، به کاستی‌های اخلاقی خودش آگاهه و تلاش میکنه که خودش رو اصلاح کنه. و ما وقتی به تاریخ آمریکا نگاه میکنیم، به مرور زمان این وضعیت نژادی بسیار بسیار بهتر شده. همونطور که جناب عالی اشاره کردید، پرزیدنت اوباما یه شخص سیاه‌پوستی بود که به ریاست جمهوری آمریکا رسید و شما وقتی که حساب کنید در دهه 60 تازه به اصطلاح اون قوانین سگرگیشن یا جدایی نژادی ملغا شد، بعد از نزدیک چند دهه رئیس جمهور سیاه‌پوست به قدرت میرسه. من فکر میکنم که این تنش‌های نژادی رو نباید یه ابزاری رو به عنوان یه ابزار استفاده کنیم برای دیونمون سازی از جامعه و فرهنگ آمریکایی. بله، جامعه آمریکا سستی داره، ولی جامعه آمریکا و فرهنگ آمریکا فضائل بسیار زیادی داره که به خصوص برای ما ایرانیان درس آموزه. من امیدوارم که این تنش‌های نژادی وسیله‌ای نشه برای پوچاندن وضعیت نکبتباری که در کشور خودمون وجود داره. بله. آقای نوربخش، گفتید که خب آقای ترامپ رو بی تقصیر نمیدونید در این شرایط، ولی خب آقای اوباما 8 سال فرصت داشت. چرا در 8 سالی که آقای اوباما رئیس جمهور بوده فضا به گونه ای نرفت که اون در حقیقت جریان ادامه پیدا بکنه و حتی باعث شد که شما اشاره کردید کسی مثل آقای ترامپ بر سر کار بیاد به دلیل حساسیت 20-25% که عنوان کردید؟ ببینید، من با مهمان شما در این فرض موافق هستم که تبعیض‌گرایی در آمریکا شکل قانونی نداره، اما تبعیض‌گرایی در آمریکا نهادینه شده است. یعنی اگه کسی در حقیقت از این چشم پوشی بکنه، به سراغ مشکل نخواهد رفت. ببینید، من به محض اینکه آقای اوباما، میخوام یک ریفرنس تاریخی به شما بدم، به محض اینکه آقای اوباما انتخاب میشه، کنگره آمریکا جمهوری‌خواها جمع میشن در یک هتلی در واشنگتن و شرط و تعهد اینه که هر کاری میتونن بکنن که اجازه ندن این رئیس جمهور سیاه در آمریکا موفق باشه. این فکت تاریخی، این نوشته شده، از این چیزی نیست که من دارم در حقیقت اون رو میسازم، این در حقیقت ریفرنس تاریخی که دارم به خود شما میدم. تی پارتی و سودن یک جنبش تبعیض‌گرا در مخالفت با آقای اوباما، براک اوباما، شکل گرفت در آمریکا و الان ما میفهمیم که این جنبش در حقیقت چقدر در طول همین چند سالی که کوشش کرده این طرف اون طرف، جنبش مخربی بوده و کسانی مثل آقای ترامپ بر این گونه جنبش ها سوار شدن در آمریکا. و میدونید که الان ریتینگ آقای ترامپ یه چیزی معادل تقریبا بین 35% تا 40% نوسان میکنه و همون بیس، همون پایه‌ای هست در آمریکا که اکثرش رو آدم‌های نژادپرست پر میکنن. و من موافقم با صحبت مهمان شما که در تاریخ آمریکا به هر بار نژادپرستی وجود داشته، اما اینکه رهبرانی بیاند و به این نژادپرستی جان تازه‌ای بدن، اون یک پدیده دیگه است، اون یک پدیده بسیار خطرناکه هست که بعد در مقابل او ایستاد. ببینید، من یه نقل قول خدمت شما میکنم تا همین دو روز از توییت های آقای ترامپ بوده. این نقل قول مال یک گاونر در حقیقت استاندار نژادپرست فلوریدا بوده در سال 1967 که میگه وقتی غارت شروع میشه، تیراندازی هم شروع میشه. این جمله رو آقای ترامپ تکرار کرده تو اولین توییتی که در حقیقت زده در طول این چند روز. به جای اینکه جو را آرام بکنه، آقای ترامپ در حقیقت از همون خصوصیات نژادپرستی خودش استفاده میکنه که بتونه آتش رو شعله‌ور بکنه.
آقای صوفیا مهر؟ من نمیدونم که دعواهای دموکرات ها و جمهوری خواه ها را تا چه اندازه میتونیم به مسئله نژادی تقلیل بدیم. اینی که جمهوری خواهان فرزند در صورت پذیرش فرض ایشون که خواستن جلوی پرزیدنت باراک اوباما رو بگیرن، بله این بخشی از منطق سیاست در آمریکاست و در هر دموکراسیه که به هر حال این حزب‌ها منتظر خطاهای یکدیگرن و مانع تراشی در جلوی پای یکدیگر کنن. ولی اگر اینو بخوایم به مسئله نژادی تقلیل بدیم و اینکه بگیم که تمام طرفداران ترامپ فرزند نژاد پرستن یا اکثریتشون نژاد پرستن یا اون طرف جبهه خیر این طرف جبهه شره، به نظر من این ساده سازیه و این نوعی عدم فهم واقعیت سیاسی در آمریکاست. من متوجه خشم عمومی نسبت به ترامپ هستم، ولی به نظر من کمی انصاف هم به هر حال باید ما در داوری هامون دخالت بدیم. بله ترامپ بسیاری از اشتباهاتو داره، ولی تمام طرفداران ترامپ رو بخوایم به افراد یا اکثریتشون اینجوری که مهمانتون فرمودن نژاد پرست بدونیم و یا تمام اون درگیری های سیاسی و به اصطلاح کشمکش ها بر سر منافع سیاسی رو به مسائل نژادی تقلیل بدیم، به نظر من این ساده سازی سیاست در آمریکاست و واقعیت سیاسی این گونه نیست. آقای صوفیا مهر میگن که بخشی از موضوع دست کم سیاسیه، میدونیم که به انتخابات هم داریم نزدیک میشیم. آیا آنچه که در آمریکا در حال رخ دادن هست به دلیل همین نزدیکی به لحظات و روزهای سرنوشت ساز انتخابات ممکنه که به دلیل تحریک‌های سیاسی طرفین باشه؟ من فکر نمی کنم. ببینید من با مهمانتون موافق هستم که همه جمهوری خواها در آمریکا رو هرگز من چه این تصوری ندارم که اینها نژاد پرست هستن، اما بخش باید قبول بکنیم که یه بخش درون در حقیقت حزب جمهوری خواه اینها تبعیض‌گرا هستن و آقای ترامپ رو اون بخش بیش از حد تکیه میکنه. یعنی شما میرید به گذشته، من نمیخوایم الان فرصت این نیست که برگردیم به گذشته. بحثم بحث سیاسی نیست. وقتی که جمهوری خواها جمع میشن توی واشنگتن بعد از انتخاب آقای اوباما، یه چنین پدیده‌ای در طول تاریخ آمریکا اتفاق نیفتاده که یک رئیس جمهور سیاه انتخاب بشه و دو روز سه روز بعد جمهوری خواها جمع بشن توی واشنگتن، هم سران جمهوری خواه، و بخوان اجازه ندن یا در حقیقت این بحث رو بکنن که اجازه نمیدیم که این رئیس جمهور موفق بشه. من از مهمان شما میخوام که بگن در طول تاریخ آمریکا چنین چیزی اصلا وجود داشته؟ شما همیشه دیدید با تمام اختلافاتی که دموکرات ها با جمهوری خواه دارن در بسیاری از موارد به هم کار کردن، و من همین الان میگم بسیاری از جمهوری خواهان عزیز هستن، شریف هستن در صحنه سیاست آمریکا که از آقای ترامپ بریدند، مثلا جورج ویل و بقیه، و درست به خاطر همین مواضع بحثی که من دارم میکنم از ایشون بریدند. اینه که نه، من اصلا این تصور رو ندارم، این بحث رو نمیکنم که جمهوری خواه تبعیض‌گرا هستن یک بخشی هست، اما کاری که در مقابل اوباما انجام شد اینها همش به نظر من کنش‌های تبعیض‌گرایانه داشت که اجازه ندادن یک رئیس جمهور آمریکا برای اولین بار پیروز صحنه بشه. آقای صوفیا مهر، تنها من یه نمونه بگم به خاطر که نشون بدم به اصطلاح تفسیر ایشون از قضایا تقلیل گرایانه است. اینه که میگن که ایشون میگن که هیچ پیشینه ای نداشتیم که یک رئیس جمهور رو بخوان استاپ کنن، جلوشو متوقفش کنن از طرف حزب دیگر. مسئله همین فلینه. ببینید شما در واقع این مسئله فلین، حالا جدا این که ما اصلا جمهوری خواه باشیم یا دموکرات باشیم، به عنوان یک مثال نقص، پیش از این که اصلا ترامپ سر کار بیاد مسئله فلین و اون ارتباطش رو با روسیه علم کردن که کل به اصطلاح کابینه ترامپ رو به نوعی دست نشانده پوتین تلقی کنن. و حالا اگر ما اینو بخوایم یه تفسیر نژادی ازش ارائه بدیم، دیگه توی جامعه سنگ روی سنگ بد نمیشه. اینا دعواهای سیاسیه و ما باید سعی بکنیم منطق دعوای سیاسی رو درک بکنیم و اونو با رذالت‌های اخلاقی که در جامعه آمریکا مثل نژادپرستی در بخش، بازم میگم نه همه جامعه، در بخش‌های از جامعه آمریکا هست،
اینا رو تفکیک بکنیم و سعی بکنیم به اصطلاح به عنوان کسانی که در آمریکا زندگی میکنیم و به نوعی میتونه این نژادپرستی دامن ما رو بگیره، سعی بکنیم اینو اصلاح بکنیم. سپاسگزارم. در مورد مایکل فلین به ایشون جواب بدم. متاسفانه وقتمون تموم شد آقای نوربخش، بحثمون هم این نیست در حقیقت. انشالله که فرصتی دیگه فراهم بشه و هر دوی آقایون در این زمینه صحبت بکنن. ممنونم از مهدی نوربخش، استاد سیاست بین الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا، و همینطور امین سوفیامر، پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه ایندیانا از ایالت ایندیانای آمریکا با ما. آتش‌سوزی‌های گسترده و پراکنده در جنگل‌های زاگرس بخش‌های وسیعی از این مناطق رو در غرب و شمال غربی ایران از بین برده. بعد از انتقاداتی که به ندادن و امکانات و بودجه مقابله با این آتش‌سوزی‌ها شد، دولت گفت که 15 میلیارد تومان اعتبار خواهد داد. رقمی اندک به گفته کارشناسان برای تامین بالگرد‌های آب‌پاش بسیار کم است. هفته آتش‌سوزی در جنگل‌های ایران طی روزهای اخیر به اوج خود رسیده. مناطق حفاظت شده خائیز در جنوب غربی ایران بیشترین نگرانی‌ها رو برانگیخته و طبق آخرین خبرها آتش از تنگه زرد و تنگه شیخ عبور کرده و به تنگه علمدار و نزدیک شهرستان بهبهان رسیده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. این شیون و زاری یک داوطلب محلی از سوختن جنگل‌های خائیز در آتش است. آتش سوزی منطقه حفاظت شده خائیز وارد سومین روز و شب خود شده. یکی از مسئولان استانی پیش بینی کرده بود که تا امشب آتش مهار شود، اما نیروهای محلی میگویند مشاهدات آنها نشان میدهد آتش شدیدتر هم شده. منطقه خائیز خاستگاه گونه های گیاهی و جانوری فراوان است، حیواناتی که با حس خطر آتش میگریزند. اما همه گونه های جانوری اینقدر خوششانس نبودند. این افعی پلنگی از گونه های روبه انقراض و نایاب در ایران است و جانورانی که هنوز زنده مانده اند زجر می کشند. یا خدا نه زواده نه خود زواده لشی داره. مانند زجر نواحی مناطقی که آتش را از جنوب غربی تا غرب و شمال غربی ایران می بینند. تعدادی از کسانی که گفته می شود مسببان آتش سوزی ها بودند بازداشت شدند. یکی از دلایل اصلی این گونه آتش‌سوزی ها یا کشاورزانی هستند که سهل‌انگاری می کنند، یا دامداران، یا گردشگرانی که ته سیگارشان را در جنگل رها می کنند. با گرمتر شدن و مستعد شدن زمینه آتش‌سوزی انتظار نمی رود اوضاع بهتر شود. مطبوعات ایران گزارش های از آتش‌سوزی ها منتشر کردند، اما بجز دو سه روزنامه هیچ کدام کوچکترین اشاره‌ای به این فاجعه زیست محیطی در صفحات اول خود نکردند. کم بها دادن مطبوعات ایران به سوختن منابع طبیعی کشور نمادی از بی‌توجهی دولت به این منابع است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در صحبت‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش‌سوزی هزاران هکتار از جنگل‌های زاگرس نکرد. نتیجه این که کار فرونشاندن آتش به نیروهای داوطلب محلی، نیروهای اداری استانها و نفرات نیروهای مسلح سپرده شده، اغلب دست خالی و بدون آموزش های لازم. امکانات چی داره؟ امکانات چیزی نداریم، دست خالی داریم، میریم بالا تا ببینیم چی داریم. در اینجا این داوطلب از آب معدنی بطری ها برای فرونشاندن آتش استفاده می کند. آنچه داوطلبان نیاز دارند ابزاری مثل این دمنده است که به جز تعدادی اندک در دسترس همه نیست. بودجه سازمان جنگل‌ها به حدی ناچیز است که برای نقل و انتقال داوطلبان از بالگردهای سازمان‌های دیگر استفاده می‌کند که مثل این مورد اغلب داوطلبان را با دست خالی در محل خطر رها می‌کنند. و البته کمبود بودجه سازمان جنگل‌ها باعث شده 30 میلیارد تومان به وزارت دفاع بدهکار باشد. این دعواهای مالی انتقادهای بعضی از مسئولان مدیریت بحران را امروز متوجه سازمان برنامه و بودجه کرد. من احساسم اینه که در سازمان برنامه و بودجه اصلا عمدی در کار هست، دست عمدی در کار هست که ما در بحث ادفاع حریق موفق عمل نکنیم. بعد از این گفته ها بود که دولت اعلام کرد به سازمان جنگل ها 15 میلیارد تومان پول می دهد. استفاده از بالگردهای آبپاش در جنگل‌های زاگرس لنگ بهای یک خانه گران قیمت در تهران است. در روزهای گذشته تعداد انگشت شماری بالگرد آبپاش ولو با تأخیر وارد عمل شدند، اما کافی نبودند.
مسئولان زیرب هر از گاهی در تلویزیون ظاهر می شوند تا قول از راه رسیدن بالگردهای آبپاش را بدهند، ولی در نهایت اعتراف می کنند که دستشان خالی است. پیگیر هستند که انشاءالله هماهنگی لازمش صورت گرفته که از طریق حالا خبری که به من دادن سپاه پاس بتونن دو تا هلیکوپتر مجهز شده به بحث سبدآب بره اونجا. کشورهای مثل استرالیا و آمریکا که با آتش‌سوزی‌های جنگلی مواجه هستند، از این هواپیماهای آبپاش غول‌پیکر استفاده می‌کنند. به علت تراکم جنگلی و شدت آتش‌سوزی‌ها در استرالیا یا آمریکا، این هواپیماها راه حل نهایی نیستند، اما برای ایران می‌توانند بسیار مفید باشند. اما امروز این تصاویر نشان داد آتش به کردستان هم رسیده است. جنگل‌های اطراف سنندج و مریوان هر سال دستخوش آتش‌سوزی‌های گسترده و همچنین قاچاق چوب می‌شوند. امسال هم متفاوت نیست. دو ساعت از زمانه با منابع طبیعی و با خلقم دیاتانه یک نفر نهات که نهات. گرمای هوا باعث شده که نگرانی از آتش‌سوزی در مناطق سرسبز تهران هم وجود داشته باشد. چنانچه امروز جنگل‌های شیان در لویزان دستخوش آتش شد. ولی نگرانی امروز و الان جنگل‌های زاگرس است که متحمل خسارت‌های جبران ناپذیری شدند، که نتایج آنها در شسته شدن خاک، آلودگی هوا و وقوع سیلاب‌ها در آینده حس خواهد شد. این به غیر از آسیب‌هایی است که حیات وحش ایران دیده است، مثل این سنجاب زاگرسی. نیکوکاری این پدر و دختر حداقل سرنوشت این سنجاب آسیب دیده را از سرنوشت تلخ زاگرس جدا کرد. سیاوش اردلان، BBC. دکتر مظفر شیروانی، مشاور بین المللی جنگل و محیط زیست از وین اتریش با ما هستند. آقای دکتر شیروانی، دلیل آتش سوزی که الان در منطقه زاگرس شاهدش هستیم، آیا توالی پدیده آتش سوزی در جنگل هاست که خب مثلا در استرالیا رخ میده، در آمریکا رخ میده، در جاهای دیگه، یا اینکه این یکی فرق میکنه؟ با سلام خدمت شما و بینندگان گرامیتون. مسئله آتش‌سوزی در جنگل‌های ایران یک تاریخ خیلی قدیمی‌تری داره از اتفاقاتی که در جاهای دیگه می‌افته. اگر شما متوجه شده باشید در سایت سازمان جنگل‌های ایران نوشتن و حتما هم از اخبار به این مطلب منتشر شده، در هفته گذشته حدود 100 فقره آتش‌سوزی در 6 تا استان رخ داده. علتش هم اینه که این جنگل‌ها زمینه برای آتش‌سوزی در اینها فراهم شده. چرا فراهم شده؟ برای اینکه اینا جنگل‌های خیلی قدیمی ولی تخریب شده هستند. تخریب شده به وسیله چرای مفرط دام. یعنی این دام که یکی از عوامل اصلی تخریب جنگل ها در تمام عرصه های جنگلی کشور ایران هست. شما باید فراموش نکنید که ایران نسبتاً سطح وسیع جنگل را داره. ایران 14 میلیون هکتار جنگل داره، یعنی شاید یه مقداری بیشتر از سطح جنگل های کشور آلمان. ولی متاسفانه اکثر این جنگل ها جنگل های تخریب شده هستند در اثر چرای دام. وقتی چرای دام در یک محیط فعالیت میکنه، معمولاً مانع از زادآوری درختان میشه. بعد عملیات زغالگیری مخصوصاً در جنگل‌های زاگرس تمام ساختار این جنگل‌ها را به هم ریخته. نور زیادی که تابیده شده به کف جنگل و اون زادآوری طبیعی که قرار بود جای این درختان پیر و فرتوت را بگیره به وسیله دام سرچر شده و سبز نشده. فقدان این باعث شده که یک سری گیاهان مخصوصا مال خانواده گرامینه ها که اینها معمولا بیشترشون خیلی خوراک دام خوش خوراک نیست، ولی به باروت اونجا ذخیره شدن. کافیست یک جرقه یک جای زده بشه، یک که شیشه یه جا افتاده باشه یا یک تکه افتاده باشه و نور خورشید بر آن واحد میتونه یک چنین آتشی را باعث بشه. بله. و این یک چیز واقعا غیر طبیعی است که در عرض یک هفته شما 110 فقره آتش‌سوزی داشته باشید. این یک فاجعه است.
درست. اونم فاجعه توی یک ثروت، توی یک منابع منحصر به فردی که قدمت اینها به حدود 14,000 سال پیش برمیگردن. آقای شیروانی وقتی میفرمایید این یک فاجعه است، بله ببخشید وقتمون کمه، وقتی میفرمایید این یک فاجعه است، منظورتون این هست که چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ ما میدونیم که در ایران البته مشکلات زیادی از نظر زیست محیطی رخ داده در سالهای اخیر. ببینید وقتی میگم فاجعه است، برای اینکه پشت سر این هزاران چند تا اتفاق دیگه میفته، ما باید منتظر اینا باشیم. اولا این آتش سوزی باعث شده که پوشش گیاهی از بین رفته، بعد خاک آماده شده برای چیز لخت شده زمین و آماده است برای اینکه بعد از اولین باران یا بارانهای بعدی که میشه سیل جاری بشه. سیل جاری میشه، بعد تمام خاک دست میده. مضافاً به اینکه این جنگل ها که الان آتیش گرفتن در عرصه های پرشیب و صعب العبور هستن، یعنی شیب در اون مناطق خیلی زیاده، یعنی اینا اکثرا در مناطق مثلا حوزه های آبخیز کشور هستن و از این نظر اینها خیلی خیلی سنسیتیو، خیلی حساس هستن. و این حساسیت باعث میشه که این مشکلات را بلافاصله پشت سرشون بایستی انتظارش را داشته باشیم. تصادفی نیست که شما در سالهای اخیر سیلهای خانمان براندازی در این مناطق میبینید و اینها هم یکی دو تا ستا نیست، مرتب هر چند بار یک بار دفعه ما با این مشکلات محیط زیستی درگیر هستیم. بله. مسئله دوم اینه که مسئولیت این جنگل ها که به عهده سازمان محیط، به عهده سازمان جنگل ها و منابع طبیعی هست، این سازمان یک سازمانی نیست که توان برآوردن نیازهای طبیعی کشور را بتونه انجام بده. دلیلش اینه که 80% منابع طبیعی کشور در اختیار سازمان جنگل هاست و سازمان جنگل ها خودش معاون کشاورزی است، وزارت کشاورزی. وزارت کشاورزی چه کار میکنه؟ وزارت کشاورزی علاقمند است که دام توسعه پیدا کنه، چون اقتصاد کشور بر کشاورزی بنا شده. بنابراین وزیر کشاورزی یا وزارت کشاورزی به معاون خودش هر دستوری را میخواد میتونه القا کنه. یعنی چی منظورم؟ یعنی چی مطلب؟ معنیش اینه که شما گوش را بدید دست قصاب و بعد انتظار داشته باشید بگید خب این را حفظ کن. بسیار خوب، ممنونم. اینا تکه تکه میکنه، یعنی تمام عرصه‌های منابع طبیعی در از این مدت به باغ‌ها تبدیل شده، به متشکرم. مداری بله. ممنونم شده. ممنونم از مظفر شیروانی، مشاور بین المللی جنگل و محیط زیست از وین اتریش با ما. در انفجار یک بمب مغناطیسی در کابل، دو نفر از کارمندان یک تلویزیون خصوصی به نام خورشید کشته و 5 نفر زخمی شدند. یکی از کشته شدگان خبرنگار اقتصادی تلویزیون بوده. حادثه زمانی رخ داده که کارمندان بعد از تعطیلی کار به خانه باز می‌گشتند. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. طالبان گفتند که این حمله کار آنها نیست. در یک سال اخیر این دومین حمله به خودرو حامل کارمندان تلویزیون خورشید است. تابستان پارسال در انفجاری مشابه دو نفر از جمله یک راننده این تلویزیون کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. محمد رفیع صدیقی رئیس تلویزیون خورشید از کابل با ماست. آقای صدیقی بهتون تسلیت میگم. این دفعه چندمی است که سوءقصد میشه به همکاران شما. کمی در مورد حادثه امروز بگید. تشکر، از همدردی شما عرض تسلیت دارم برای خانواده رسانه‌های جمعی افغانستان و جهان. متاسفانه دومی حادثه است که اتفاق میفته. مشابه با حادثه امروز سال پار تلویزیون خورشید همچون یک حادثه را شاهدش بود. در او حادثه خوشبختانه ما شهید نداشتیم، اما امروز دو تا از همکاران ما، نه دو تا از عزیزان ما شهید شدند. از خداوند برشان بهشت برین مسالت داریم و تعداد 6 تن از همکاران ما مجروح شدند. خانم مروت خبرنگار، تنها خبرنگار خانم ما در واحد خبر بود که امروز جراحت برداشتند و تعداد دیگر از همکاران ما. وضعیت صحیح مجروحین
خوب است، اما یکی از همکاران ما شدت زخمشان بیشتر است. دعا میکنم خداوند شفا نصیب کند. گروه طالبان مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفتند. از نظر شما چه دلیلی ممکنه داشته باشه؟ چه فرد یا گروهی ممکنه که پشت حمله به رسانه شما باشه؟ صورت مسئله یک موضوع را واضح میکنه که یک حمله وحشیانه، بزدلانه، یک حمله تروریستی است. متاسفانه در این اواخر هیچ حمله را طالبا مسئولیتش به دوش نگرفته. اخیراً حمله بر شفاخانه نسایی ولادی در منطقه دشت برچی کابل هم جز عملات بود که طالبا مسئولیتش نگرفتن. اما معلوم میشه که یک حمله توریستی است، یک حمله بر هدفمند، بر اینکه وحشت و اضطراب در بین اذهان ما، بین مردم افغانستان بیشتر بسازد در آستانه مذاکرات صلح و یک روایت جدید خلق بکنه. یک هدف میتونه تلقی شود، اما خیلی دشوار است که ما از آدرس خورشید و کار خبرنگاری ای زن پیدا بکنیم که کدام گروه تروریستی حمله را انجام داده. اما برای ما ماهیت حمله مهم است و اهمیت داره که یک حمله تروریستی بوده، برای کارمندان ما متاسفانه هدفمند بوده و در دو سال پسین در زمان مشابه، یعنی در سال پار، در عین فصل و زمان ما شاهد چنین حمله در مسیر. با توجه به اینکه پارسال هم شاهد این حمله بودید، چقدر حمایت امنیتی از شما صورت میگیره از طرف نهادهای مسئول؟ متاسفانه وضعیت امنیتی در تمام افغانستان بسیار بد است. ناکارایی، ضعف در نهادهای امنیتی به خاطر مدیریت وضعیت و حفظ تامین امنیت شهروندا پیوسته مورد انتقاد و سرخط خبرها بوده، یک چیز جالب و نو نیست. اما ما با توجه به مظرفیت سازمانی که در خود خورشید داشتیم تلاش کردیم که بیشتر به مسئولیت و امنیت همکارانمون توجه بکنیم. امی موتر که امروز آماج قرار گرفت قاعدتا ظرفیت انتقال 20 مسافر را داشت، اما به خاطر اهتمامات شیوع ویروس کرونا، جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا و به خاطر تامین امنیت بیشتر همکاران، ما صرفا از این موتر برای تعداد 9 نفر یا 10 نفر از همکاران ما برای انتقالشان به خانه استفاده می کردیم که متاسفانه اتفاق امروز باعث شد که همو تدابیر را که ما گرفتیم جلوگیری بکنه از تلفات بیشتر و زخمی های بیشتر. اما با آن هم دو نفر از همکاران ما شهید شد و تعداد هم زخمی. ممنونم از محمد رفیع صدیقی از تلویزیون خورشید در کابل با ما. گزارش های از پرداخت غرامت 27 میلیارد تومانی دولت ایران به بریتانیا منتشر شده. دلیل آن جبران خسارت حمله 9 سال پیش به باغ و سفارت بریتانیا در تهران بوده. مهاجمان گروهی معترض به سیاست‌های بریتانیا در قبال برنامه اتمی ایران بودند. آنها وارد مرکز فرهنگی این کشور در محله قلهک تهران و ساختمان سفارت در خیابان جمهوری شدند و به ساختمان‌ها و آثار هنری خسارت زدند. گرچه دولت و حتی تلویحاً رهبر ایران از این حمله ابراز ناخوشنودی کرد، اما تا به حال کسی در این رابطه محاکمه نشده. ژیار گل گزارش می‌دهد. آذر ماه 1390 سفارت بریتانیا در خیابان فردوسی تهران. گروهی از بسیجیان معترض مقابل این سفارتخانه جمع می شوند. آنان بریتانیا را متهم به دخالت در امور داخلی ایران می کنند و شعار سر می دهند. انگلیسی ها باید لانه جاسوسشون از اینجا جمع کنند و برن. گروهی از معترضان مقابل چشم نیروهای امنیتی از دیوار سفارت بالا می روند. به ساختمان سفارت حمله می کنند. دامونیک چلکات 6 هفته پیشتر سفیر بریتانیا در تهران شده بود. صدای شکستن در و پنجره های طبقه پایین را می شنیدیم، اما نتوانستند به جایی که ما پناه گرفته بودیم برسند، اما به بخش کنسولی رسیدند و آنجا را آتش زدند.
همزمان معترضان به ساختمان دیگر سفارت بریتانیا در باغ قلهک حمله می کنند. باغی که محل اسکان دیپلمات‌ها و دفتر شورای فرهنگی بریتانیا در تهران است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت حمله به سفارت را زنده از صدا و سیما نگاه می کند. او می گوید حمله به سفارت بریتانیا تحریم‌های بیشتر علیه ایران را به دنبال داشت. این که رسانه ملی داره مستقیم اشغال سفارت نشون میده خودش جای بحث داره. یعنی چی؟ بلافاصله زنگ فهمیدم نیروی انتظامی، گفتم آخه این چه بساطی درست کردن؟ به کشور صاحب نداره. گفت نیروهای ما دارن برخورد میکنن، کنترل. گفتم تلویزیون رو روشن بایستن نگاه میکنن. این حمله خسارت زیادی به ساختمان و کلکسیون هنری سفارت بریتانیا زد. رابطه ایران و بریتانیا به پایین ترین سطح رسید و دیپلمات های ایرانی از بریتانیا اخراج شدند. با عمل نسنجیده در این اجتماعات مخالف، با تصمیم گیری های غلط که ممکن از گروه طرف یک چند نفر انجام بگیره، بعد در اون بحبوحه احساسات ناگهان مورد مثلا فرض کنید که حمایت جمع هم واقع بشه. با اینا بنده موافق نیستم. یه سری نیروهایی رو درست کردن تحت نام خودسر بهشون میگه، ولی عملا اینا آموزش دیده خود در واقع تشکیلات جمهوری اسلامی هستن که اینها رو بسیج میکنن برای تظاهرات مقابل سفارتخونه ها و بعد با دستوری که خودشون به اینا میدن حمله میکنن به داخل این سفارتخونه ها، حالا سفارت عربستان، سفارت نروژ، انگلیس. در حمله به سفارت بریتانیا چندین تابلوی نقاشی گران قیمت آسیب دیدند. تعدادی از آنها برای مرمت به بریتانیا منتقل شدند. نقاشی رنگ و روغن فتح‌علی شاه قاجار یکی از آنها بود. قدمت آن به اوایل قرن 19 میلادی برمیگردد. ترمیم این آثار ده ها هزار دلار هزینه داشته. در شهریور 1394 ایران و بریتانیا پس از 4 سال دوباره رابطه دیپلماتیک را از سر گرفتند. حال برخی از رسانه‌ها می‌گویند دولت ایران برای حمله به سفارت بریتانیا غرامت پرداخت کرده است. احمد مازنی نماینده سابق تهران گفته مبلغ 1,300,000 پوند معادل 27 میلیارد تومان هزینه خودسری عوامل خودسر از جیب ملت پرداخت شد. به وزارت خارجه بریتانیا اومدم اما کسی حاضر نشد درباره احتمال پرداخت غرامت از طرف ایران به این کشور اظهار نظر کنه. اما یکی از مقامات گفت مسئولیت حفاظت از سفارتخانه ها به عهده کشور میزبانه و حتی مثالی زد، گفت 40 سال پیش وقتی که در سفارت ایران اینجا در لندن گروگانگیری شد توسط مخالفان عرب، خساراتی به ساختمون سفارت ایران وارد شد. دولت بریتانیا در اون هنگام مجبور شد بیش از 2,000,000 پوند به جمهوری اسلامی ایران غرامت پرداخت کنه. جواد ظریف وزیر خارجه ایران پرداخت غرامت به بریتانیا را تکذیب کرد. او گفته باید درباره جزئیات این موضوع با بریتانیا مذاکره کنند. آقای ظریف میگوید همه مقامات ایران بر حراست از سفارتخانه های خارجی در تهران تاکید دارند. ولی با این افرادی چونه برخوردی نمیشه، چون اینها در واقع از بدنه حاکمیت یا صحبتایی که آقای خامنه‌ای کرده و اون نفرت پراکنیایی که ایشون میکنه این زمینه رو فراهم میکنن که اینا نشون بدن که مردم ایران با رهبری و صحبتایشون همراه هستن و در واقع به منافع کشورهای دیگه اینجوری آسیب بزنن. و ما به وجه دیگر با اونها معامله خواهیم کرد. در 4 دهه گذشته بارها به سفارتخانه های کشورهای خارجی در تهران حمله شده، از جمله سفارت آمریکا، بریتانیا و عربستان سعودی. رهبر و وزیر خارجه ایران و رئیس جمهوری پیشین همگی از این حملات ابراز ناخشنودی کردند. ایران از آن کشورها نیست که این گونه تظاهراتی خود جوش شکل بگیره تا به سفارت خارجی حمله بشه. این گونه حرکات تنها با حمایت و موافقت حکومت میتواند رخ دهد. دلایل اصلی حمله به سفارت بریتانیا روشن نیست. آنچه روشن است هزینه سیاسی و مالی برای ایران داشته است.
اما تا به امروز عاملان و عامران این حمله نه معرفی شدند و نه محاکمه. ژیورگول بی بی سی. ماندانا خزرایی خواننده موسیقی سنتی ایران است. او موسیقی را با نوازندگی سنتور شروع کرد و بعد به خوانندگی روی آورد و از شاگردان هنگامه اخوان موسیقیدان نامدار ایران شد. خانم خزرایی به تازگی یک مسابقه خوانندگی هم در اینستاگرام برگزار کرد که مورد توجه قرار گرفت. در این روزها که شیوع ویروس کرونا خیلی ها رو خونه نشین کرده، خانم خزرایی و گروهش تصمیم گرفتن کنسرتی خانگی برگزار کنن که مستقیم از شبکه‌های اجتماعی پخش بشه. این کنسرت همین حالا به پایان رسید. به شمال ایالت ویرجینیای آمریکا میریم تا با ماندانا خزرایی گفتگو کنیم. خانم خزرایی خسته نباشید. اول از حال هوای کنسرت اینستاگرامیتون بگید. درود بر شما. والا این سوال از کسانی که بیننده و شنونده بودن باید بپرسین. امیدوارم که لذت برده باشن دوستان. من و دوستان سعی خودمون رو کردیم که تا حد امکان، به هر حال همه ما دوست داشتیم که بتونیم از دوستان بیشتری برای همکاری استفاده کنیم، اما به خاطر این شرایط و اینکه به هر حال تعدادی محدودی میتونیم دور هم جمع بشیم، اینه که امکانی نبود. به هر حال امیدوارم که بینندگان و شنوندگان لذت برده باشن. ما اینجا خودمون گرفتار برنامه زنده بودیم، بنابراین نتونستیم برنامه شما رو ببینیم. امیدواریم که ضبط شده باشه. حالا من سیوش کردم، شما حتما میتونید بعدا حتما نگاه میکنید. خیلی مورد استقبال واقع شد از مسابقه ای که برگزار کردید. در مورد مسابقه بگید. بله، مسابقه شب‌های آواز حقیقتش اولش قرار نبود که مسابقه باشه. من یک شب تصمیم گرفتم که از دوستانی که دوست دارن که بیان و از طریق لایو من آواز بخونن دعوت کردم که هر کی که دوست داره به من پیام بده و من این شب این ساعت دوستان رو دعوت میکنم در لایوم که اجرا داشته باشن. بعد از اون یک اجرا نمیتونم بگم چقدر من پیام گرفتم از مردم، خصوصا از خانم ها که دوست داشتن که بیان و در لایو بخونن و صداشون شنیده بشه، و این برای من یک احساس مسئولیتی رو ایجاد کرد. اون همه پیام، اون همه محبت، اون همه لطف، و باعث شد که من فکر کنم که ای کاش که من این برنامه رو بتونم ادامه بدم. و از همونجا من شروع کردم به این برنامه مسابقه شب‌های آواز. و خب به هر حال مسابقه به هر حال جایزه ای هم میخواد. آهنگساز بسیار خوبی در ایران داریم، جناب آقای حسین اعتمادی. ایشون خودشون بزرگواری کردن، اظهار لطف کردن، فرمودن که به نفر اول یک ملودی و ترانه رو به عنوان جایزه هدیه میدم، و دوست دیگری داشتم اینجا که ایشون هم اسپانسر مالی شدن و این شد جایزه. و این مسابقه اونقدر من از دوستان پیام میگرفتم که دوست داشتن شرکت کنن که این مسابقه نزدیک به 10 روز فکر میکنم طول کشید، و من متاسفانه و با عرض شرمندگی نتونستم باز هم به همه پیام ها پاسخ بدم. همه دوستانی که دوست داشتن در برنامه شرکت بدن رو شرکت بدم. به هر حال توان من همینقدر بود، و خب این مسابقه 2 برنده داشت. یکی از برندگان سرکار خانم الهه ولدان بودن، و برنده دوم آقای سعید بودن، سعید معمارزاده، که به هر 2 عزیز هم هدایاشون داده شده و در حال ضبط و کار هستند. ما هم بهشون تبریک میگیم. از خانم خزرایی میخواییم که قطعه ای رو برامون اجرا بکنند، قطعه جام مدهوش، آهنگساز علی تجویدی، شعر بیژن ترقی. فکر میکنم که خانم خزرایی رو بهفر بهادران با تارنوازی همراه میکنند و همینطور سازهای کوبه‌ای با جلال کیمیا قلم هست. خواهش میکنم. بله، البته جام مدهوشی است اسمه. جام مدهوشی، بله. تصنیف آسمان مست، آسمان مست.
بلبلان نغمه خوان مست باغ مست